افتاده. همونطور که گفتم همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، بابک اسحاقی از تل آویو و سمیرا قرایی از واشنگتن با ما همراه میشن. ابتدا میریم به پاریس. نیلوفر، فرانسه گفته ما و شرکامون منتظریم که ایران پاسخ مثبت و سریع خودش رو بگه، تازه ترین واکنشی که اروپا داشته. بله دقیقا، وزیر خارجه فرانسه با بازنشر مقاله جوزف بورل که دیروز در فاینانشال تایمز منتشر شده بود به این اشاره کرده که هنوز وقت برای احیای توافق هسته‌ای با ایران هست، به شرطی که ایران جواب مثبتش رو هرچه سریعتر اعلام بکنه، و گفته این پیام ما فرانسه و شرکاش به ایرانه. میدونیم که اروپا منتظره تا ایران به این متنی که روی میزه پاسخ بده، چیزی که به گفته اونها ماها هاست که آماده شده، و ولی ایران همچنان شرط و شروطهای جدیدی رو میاره. مثلا اگر از یک موزه عقب نشینی میکنه پیشنهادات جدیدی رو میاره. همین دیشب هم علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای اشاره کرده که اونها جنبندی خودشون رو دادن، ما هم جنبندی جدیدی رو قرار ارائه بکنیم. بنابراین به نظر میرسه ایران اصلا عجله‌ای برای به نتیجه رسوندن یا به پایان رسوندن این گفتگوها نداره، و این موضوع باعث ناراحتی و نگرانی کشورهای اروپاییه. چیزی که جوزف بورل در مقالش هم بهش اشاره کرده، میگه که یک توافق، این متنی که روی میزه بهترین متن ممکن و مفیدیه که میتونن پیشنهاد بدن و به نفع همه است، هرچند که ممکنه معایب و نقایصی داشته باشه، ولی تنها چیز الان چیزیه که میتونن ارائه بدن، جایگزین مفیدی میگه براش وجود نداره، و اگه به توافق نرسن یک بحران هسته‌ای خطرناک در پیشه. حالا بعد ببینیم که آیا ایران پیشنهاد رو میپذیره یا همچنان میخواد گفتگوها رو ادامه بده، با توجه به اینکه حدود یک ماه دیگه هم جلسه شورای حکام آژانس، و معمولا ایران از این مواقع استفاده میکنه برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه این کشور در شورای حکام و ارسال پرونده ایران احتمالاً به شورای امنیت. اما در اسرائیل لحن‌ها به نوعی شدیدتر شده، هشدارهایی که دارن میدن شدیدتر، حتی به نظر میرسه جوانب رو جوری دارن بررسی میکنن که به حزب الله هم هشدار دادن که اگر قرار باشه واکنشی نشون بده برای حمله به اون هم برنامه دارن. بدون شک اسرائیل در حالی که در تکابو و تلاش هستش که ایالات متحده را راضی بکنه که یا توافق برجام را در حالت 2015 امضا نکنه، و یا اینکه گزینه نظامی را به صورت واضح روی میز بذاره و جمهوری اسلامی ایران را هشدار و تهدید به عملیات نظامی بکنه، در کنار اون همانطوری که گفتی نیوشا، هشدار و تهدیدهای مقامات امنیتی و سیاسی در اسرائیل هر روز بالا و بالاتر میگیره. بنی گانس از دیروز دو بار تا حالا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که گزینه نظامی روی میز هستش و اسرائیل حتی به تنهایی میتونه برنامه هسته‌ای ایران را سالها به عقب بازگردونه. نخست وزیر اسرائیل لاپید هم به این مسئله اشاره کرد. امروز در کنفرانسی در ربینه قدرت آتش در اسرائیل یک مقام ارشد نظامی در ارتش اسرائیل به من گفت که در هر صورت اگر هم عملیاتی از طریق اسرائیل انجام بشه در ایران، این امکان وجود داره که حزب الله واکنش نشون بده، و او به حزب الله هشدار داد و گفت که توانایی‌های اسرائیل امروز در زمینه‌های تکنولوژی و نظامی آنچنان هستش که شاید تنها 4 یا 3 کشور این توانایی ها را دارند، و نباید که در صورت حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حزب الله واکنش نشون بده. اما سمیرا، آمریکا هم مثل ایران گفته که پیشنویس رو بررسی میکنه، نظرش رو اعمال میکنه. از تو جزئیاتش رو بشنم و واکنش هایی که در واشنگتن داشته. نیوشه، بعد از اینکه آقای بورل مقاله خودش رو در فاینانشال تایمز منتشر کرد، خبرنگاری از نتپارک سخنگوی امور خارجه آمریکا پرسید که آیا آمریکا با این توافقی که آقای بورل ازش صحبت میکنه به تمامی موافق هست یا نه، که آقای پرایس گفتش که در حال حاضر وزارت امور خارجه آمریکا در حال بررسی توافقی است که جوزف بورل در اختیار آمریکا، در اختیار 4+1 و در اختیار ایران قرار داده. آمریکا داره بررسی میکنه، تصمیم داره که
سرعت نظرات خودش رو در رابطه با تغییراتی که توسط آقای بورل اعمال شده ارائه بده. به مستقیماً با اتحادیه اروپا آمریکا در تماس هست در رابطه با این تغییرات و اینکه آیا آمریکا اینها رو میپذیره یا نه، و بعد هم یک بگو مگوی کلامی بین نت پرایس و خبرنگار آسوشیتد پرس انجام شد در رابطه با مسئله زمان، که آقای پرایس گفته بود که زمان یک فاکتور اصلی، یک فاکتور مهم هست، و متلی به او گفت که شما چندین ماهه که دارید میگید زمان مهمه و چرا بالاخره این ضرب العجل نمیرسه، از راه نمیرسه، زمان آیا نامحدود هست، که بعد مشاجرات اینطوری صورت گرفت. امروز هم قرار هستش که آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا چند ساعت دیگه یک سخنرانی بکنه، ممکنه که به مسئله ایران اشاره بکنه. روشن نیست هنوز برامون، ولی آمریکا در حال بررسی این مسئله است و از آقای علی باقری کنی در توییتر هم دیدیم که ایران هم داره بررسی میکنه این تغییراتی که آقای بورل داده. آقای بورل در مقاله خودش عنوان کرده بود که دیگه جایی برای کوتاه آمدن نمانده و این توافقی که او ارائه داده، این تغییراتی که در اون توافق مارش اعمال کرده، همین هست و باید طرفین هر چه سریعتر تصمیم بگیرند که آیا موافق هستند با پیشنهادی که او ارائه داده یا نه. سمیرا قرایی از واشنگتن، نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، بابک اسحاقی از تل‌آویو، خبرنگاران ما، ممنونم از شما.